وقتی که سالنگ بسته شده بعضی برادرها و همشهری های ما بسیار با مشکل مواجه هستند. دریورایی که از راه شبر رفت آمد میکنن اکثرا دوستا و هموطنان ما خبر دارن که 30 ساعت الی 35 ساعت منزل که این تا کابل است. موتورایی که در شهر کابل تاکسیرانی میکردن، موتورایی که تجربه ندارن، موتورایی که اصلا با دریور در راه آشنایی ندارن، ما از کابل مسافر بالا میکنن میرن به طرف مزار. حفظ مراقبت از خود جانشان و اموالشان جدا خواهش میکنم که از موتورای لاین استفاده کنن. اونجا بالا میگن که میرسن میگن که بعد تفلای یا نه؟ نه، اگر مجبور نباشن نران. سلام خدمت تمام دوستان عزیز که ما را از چنل یوتیوب مریس مدیا تماشا میکنن. باز من نعمت الله عزیزی در خدمت شما هستم با یک گزارش دیگه از شهر مزار شریف. امروز آمدیم به طبق وعده هایی که به شما داشتیم از ترمینال شمال شرق یا همین ترمینال باختر وطن گزارش تهیه میکنیم. طبقی که شما آگاهی دارین به مدت 40 روز الا 50 روز راه رفت آمد و یا راه مواصلاتی ولایت های شمال و شمال شرق و مرکزی برای ترافیک بسته است، چون امارت اسلامی اعلام کردند که سالنگ ها را ترمیم و بازسازی میکنند و به همین دلیل سالنگ ها بسته می باشند. و همچنان دو راه جایگزینی دیگر نیز اعلام کردند که یک راه کتل شیبر می باشد و یک راه دیگر هم کتل خواک. امروز آمدیم نظریات دریورها را اینجا می داشته باشیم، نظریات هموطنان و مسافران را می داشته باشیم که ببینیم نظریات اینا درباره این دو راه چی است و یا هم خوبی های خود داره، مشکلات اونا را رفع میکنه یا نه. و میریم و گزارش خود را همینجا آغاز میکنیم با نظریات هموطنان و دریورهای این ترمینال. خب سلام برادر. خوب هستین؟ سلام جان جور است. نام مبارکتان؟ حمیدالله. حمیدالله. شما اینجا دریور هستین؟ بله. خب چقدر مدت میشه که در لاین کابل مزار شما فعالیت میکنین؟ تقریبا 12 سال میشه. تقریبا 12 سال. بله. طبقی که شما آگاهی دارین، شاید رفت آمد هم کرده باشین، راه سالنگ به مدت 50 روز یا 40 روز برای ترافیک بسته است. بله. نظر شما در این باره چی است؟ کدام راه ها را دولت جایگزین کرده و کدام راه بهتر است به نظرتان؟ همین راه خواک و شیبر افامیده با ما اجازه داده که بسیار خطرناک راه است. تقریبا 24 ساعت یا 25 ساعت منزل میکنیم. کدام راه؟ راه خواک. راه خواک. یا راه خواک یا راه شیبر 24 ساعت 25 ساعت منزل میکنیم. دو راه بسیار خطرناک راه است. دیگه اگر سالنگ ما باشه، سالنگ با ما بسیار خوب است. یعنی شما میگین راه خواک بهتر است یا راه شیبر به مسافرینی که برو مرور میکنن؟ هیچ کدامش. هیچ کدامش. یک شد. بله، یک شد دیگه ایش بهتر است. به خاطر اینکه بسیار خطرناک راه است. همین روز ما اومدیم این موتور من فایکو. یک کرولا چپا شده بود. در کجا در سر گلوی خواک چپه شده بود. اموجا فهمیدیم ما بالایش کردیم دیگه بسیار افسوس کردیم. یعنی مسافر ها خسته میشه، مسافر ها اذیت میشه، تای بستنی میرسه که مسافر گریان میکنه داخل موتور. یعنی شما میگین مشکلات را خامه بودن را است و یا هم قیریزی نشده؟ چی مشکلات داره این را؟ این را کس بسیار خراب است دیگه. سنگ است، چقوری است، کوتل است، فامیدی ایقیق سرک است، کوتل است، در کوتل می برو ایسونی دریا چقوری است، چقوری است که چشم سیاهی میکنم. و دو باست یک گلوی یک موتر اوسو میمه مثلا ما ایسو میرم. ما باید لیورس کنم کوتیر شوه. یعنی میگین تنگی را هم یکی از مشکلات راست دیگه. بسیار بسیار. خب شما دیگه حالا سفر دارین میرین بخیر کابل امشب یا نه؟ بخیر خواست خدا باشه. چند نفر میشونین در این موتر؟ چهار نفر. چهار نفر. کرا چند است؟ دونی مادر. دونی مادر. گفتم بله. 24 ساعت منزل میکنیم. بله بله. باز چطور شرایط کاری مساعد میشه؟ چیزی میمونه برتان یا نه؟ حالا اگر خداوند بخیر ببره و بخیر بیه میمونه، چیزی میمونه. 3000 4000 میمونه. اما باز صبح مسافرین یکیش داره یکیش نداره. ظلم است دیگه، خلاصه ظلم است. اگر با کم ببریم با ما ورا نمیکنه. اگر ما قرار دونی مادر 3000 بگیریم ظلم است، کار خداست. چی کنیم، مجبور هستیم دیگه. اگر روی سالنگ باشد 12 ساعت 13 ساعت کرایه است. پیام شما به راننده های دیگه که از این مسیر برون میکنن یا به مسافرینی که میرن و مسئولینی که چی پیام دارین، چی خاص دارین از مسئولین؟ تایی که امارات اسلامی سالنگ داریم آواز میکنن، من می تقاضا را دارم از دلیورا باید از درهای بسیار احتیاط کنن، از دواندن، از تیزرانی سو استفاده نکنن. بسیار آمده با مروات برای که بسیار را خطرناک است. خداوند موتروانم بخیر باره و مسافرینم بخیر. بخیر بخیر بخیر.
خب پس شما برای کسایی که کار دارن کابل و همیشه کاروبارشون اون طرف است، آیا پیشنهاد میکنین از این مسیرها عبور و مرور کنن یا نه؟ نه، اگر مجبور نباشن نرن. تشکر از شما. راه رفتن نیست. تشکر از شما. بخیر باشی. خب دوستان میریم نظریات دوستای دیگر می داشته باشیم، میریم باز یک از دیرورای دیگر نظریاتشون رو میگیریم، با ما همراه باشین. دوباره خوش آمدین دوستا، در کنار ما یک از دریورهایی هستند که موتر فلنکوش دارن، نظر ایشان هم می داشته باشیم. سلام علیکم. سلام علیکم، وقت شما بخیر. مهربانه، اسم ما امیر است، از ولایت غور هستیم. امیر جان، خلیف امیر از ولایت غور، شما موتر چی دارین اینجا؟ ما موتر فلنکوش داریم. موتر فلنکوش؟ بله. چند نفر میشونین در این موتر ها؟ 14 نفر 13 نفر، بالاتر مسافرها به تکلیف میشه، 3 نفری چارچوکی داریم، یک نفرم پیش روی میشن، 13 نفر معمولا 13 نفر که مسافرم به تکلیف نشود. خب شما با این موتر مسافرها را از کدام را پیشنهاد میکنین، از کدام را بیاین؟ من پیشنهاد برای فعلا که می سالنگ بنده به خاطر که می راه را می سازه دولت امارات اسلامی افغانستان، انشاءالله خوشبختانه به زودترین وقت هم جور میشن. برای فعلا ما از راه خواک عبور میکنیم، ما از راه شیبر بگم به نام دریاسوف میشن، از اردو تا رفت آمد میکنیم. با این موتر شما چند ساعت مسیر طی میکنین؟ چند شبانه روز میشه؟ ده شبانه روز نمیرسه، منتها مشکلات اینجا که سرک باریک است، سرک شیبر. موتورهای کلان از این طرف مزار شریف هم اون طرف اعلام میشه، از طرف کابل که در شیبر میرسن هم از طرف بامیان اعلام میشه، روبرو میشه، سرک باریک. مشکل در باریکی سرک هستن، اگر یک طرف آزاد باشه از یک طرف روان کنه در وقفه، هیچ کدوم مشکلی نیه، کوتل نیست، جر نیست، دیگه بسیار اگرای امار خوب، فقط مشکلاتش باریکی سرک. اگر موتر یک طرفه باشه، مثلا یک روز از کابل اعلام کنه این طرف توقف بیته، یک روز از این طرف از مزار شریف اعلام کنه اون طرف توقف بیته، هیچ گناه مشکل نیست. دیگر رای خواک برای موتورای کلان مشکلی که باریکه، یک ذره نگی هم داره، دیگه برای موتورای خرد مسافربری هیچ کدوم مشکلی. شما پیشنهاد میکنین که مسافران با کدام موتر راحت است؟ با موتورای خرد راحت است یا موتورای بزرگ؟ والا موتورای خرد هم بستگی داره، موتورای فوربل که است، موتورای زنده است، مسافر بسیار راحت مره، راحت میان سراشه هم تا چیزا و ترمو چیز گفتن. منتها مشکلات در کجا است که موتورای کونه و نو ای بیسا شرط است. موتورای که تای شهر کار میکنه، یک روز حرکت میکنه ما کابل میریم، اون موتورا مسافر بیچاره میکنه. موتورای کمکدار مثلا اینی کاسترای جرمنی، اینا هیچ گناه مشکلی به وجود نمیه. انشاءالله میگین وقت مسافرها اینجا بیاین از موترهای جدید استفاده کنن و موترهای کهنه را سوار نشن دیگه، سوار بشن منتها در جایش. مثلا یک ساعت را باشه، نیم ساعت را باشه که 10 ساعت 12 ساعت را رو ماشینای کهنه. خیلی تشکر از شما. پیامتون چی از مسافرینی که از این مسیر عبور میکنن؟ دیگه انشاءالله کدام مشکلی به وجود نیست، اصلا خدمی خواست ما میسته که امیر رای برای فعلا یک ماه یا کمتر زیادتر که دولت چی میکنه موتورها رو یک طرفه کنه، موتورهای کلانه. مشکل فقط از دو طرفی تنگی سرک، مشکل دیگه مسافرین راحت بین کدوم مشکلی. خیلی تشکر. وجود راه امنیت هست، فضل خدا دولت هست، کدوم هیچ گونه مشکلی به وجود در راه نیست، فقط تنگی سرک یک ذره مشکل هست. خیلی تشکر. خواهش می‌کنم. سلامت دوستان، ما رو همراهی داشته باشین، میریم نظریات یکی از مسافران رو با خود می داشته باشیم، نظرشان چی است و به خاطر چی راه را انتخاب کردن، در این دشواری که راه ها داره باز هم اینا تصمیم گرفتن از این راه ها سفر کنن، با ما همراه باشین. باش شما برام اونجا خبرنگار از برام اونجا می‌نگید اونجا بالا میگن که میرا سلام میگه که میرا بعد تفلای بالا میگم برام روشی بالا من اونم مونده میگه که بازار هم. خب دوستا، در کنار ما یک جوانی هست که یک بایک هم ماشاءالله اینجا دارن، اینا اراده سفر به ولایت‌های مرکزی رو گرفتن، میریم یک مصاحبه همراهشون می داشته باشیم. اسم مبارکت یادن؟ اسم سروز است. سروز جان، خب چی اراده کردی که تو تصمیم بگیری که کابل بری بخوای؟ کابل خب میریم طرف ایران. ایران میری؟ خیلی عالی، خیلی عالی. خب چطور ایران انتخاب کردی؟ ایران به خاطر کار. غریبی به خاطر کار، یعنی دی وطن کار نیست؟ کار است دیگه، ما خودمون دهقان کار هستیم، چی اینجا کار کنیم چی اونجا. یعنی شما چیزی که میگین دهقان کار هستین، فصل زمستان اینجا کار نیست، میخواین برین ایران؟ چطور ایران انتخاب کردی؟
ایرار دیگه نیست دیگه، رو سالنگ بند است میگه. خب حالا به کدام موتورا خود تصمیم داری بخیر سوار شوی؟ هر کدومش که یک ذره ارزان، قیمتش ارزان بود. دوستان یکی از مشکلات عمده مسافرینی که اینجا عبور مرور میکنن کرایه اینجا است، که ما نظریات دو موتروان خود با خود داشتیم، اینا گفتن کرایه از 2000، 3000 و یا 1500 است. طبقی که میبینین هموطنان عزیز ما خیلی با مشکلات زیاد میخواهند به ولایت مرکزی، از اونجا به جنوبی و از اونجا به خارج از کشور سفر کنن. مانند ای برادر ما که میخواد به ایران سفر کنه، یکی از مشکلاتش پول است و که میبینین متاسفانه به خاطر نبود پول دنبال یک موتر ارزان میگرده. خب برادر محترم، امیدوار هستم سفر خوش در پیش داشته باشی. همچنان شما یخ زدگی یخ جلی ها بیا از ولایت بامیان، از ولسوال کامرد. یعنی از موتروان های رابلد این منطقه. رابلد منطقه. خب شما از کدام مسیر عبور مرور میکنین؟ ما از ولسوالی، از ولایت بامیان حرکت میکنیم، میم ولسوالی کامرد سیغان، از اون میم سری سمنگان پایین میشیم، میم مزار شریف. یعنی شما از داخل سمنگان رفت آمد میکنین؟ از راه شیبر نمیرین؟ یعنی شیبر نمیرین، این راه 20 درست، این راه یک زردمان زکتر، راه شیبر راه بندی زیاف است. دوستا ما اینجا دو راه را گفته بودیم، یک راه شیبر و راه خواباک، اما دریور ما میگه که یک راه دیگه هم وجود داره که از داخل سمنگان و دره صوف وارد بامیان میشه. میریم مشخصات راه را میپرسیم که چی رقم یک مشخصات داره، سرک قیر داره، خامه داره. خب سرکش قیر است یا خامه؟ ای تا بامیان از سرک پخته است، در اف یک 12 صد را سرک خامه است. سرک خامه داره؟ یعنی خامه است. با کو میریم دیگه، با کو تمش. چگونه است این موتورای شما دو خامه رفت آمد میتونه یا نمیتونه؟ فلانکوج یا کمکدار دیگه بر میشن، کمکدار که بوز در کو بر میشن دیگه. خب طبقی که شما گفتین، یعنی راه کمرد هم همین راه است؟ قبلا از این راه کمرد میرفتن مسافرا؟ میرفتن. ها همین تو خامه 12 صد را 13 صد را میرن. نظرات ما دیگه برادر، وقتی که سالنگ بسته شده، بعضی برادرها و همشهریای ما بسیار با مشکل مواجه هستند، چون که دو راه مردم انتخاب کرده، هر دوش هم بسیار خراب است. مردم تقریبا سابق 7 ساعت 8 ساعت منزل میکرد، حالی 17 ساعت 18 ساعت 20 ساعت نهایتش. راه بسیار مسیرش طولانی است، خراب است. این مشکلات ها را داره. نظریات ما سر این راه است. شما در سابق موترهای کلان هم که بود 580 و 404، آیا شما نماینده قبلی هم بودین یا موترهای جدید شما نماینده هستید؟ نه خیر، نه، ما نماینده قبلی هم هستیم، نماینده جدید هم هستیم که از ترانسپورت ما از کابل موتر مسافر شانده در طرف شهر مزار روان کرده، بعضی طرف مسافر انتقال میتیم. نماینده موترهای 580 و 404 هم هستیم. طبقه که همه دوستا میدانن، روزانه صدها موتر کلان از اینجا عبور مرور میکرد، 580 و 404، نظر شما چی است؟ این موتورایی که اینجا باقی ماندن میرن میاین، آیا کدام 580 در این نزدیکی ها رفته آمده؟ نه خیر، نه، از این طرف خود تا هنوز اجازه نداده، از این طرف آمده یک موتر، دو موتری که آمده بسیارش خسارمند شدن، راه بسیار خراب است، در سرویس نمیشه. که این موتورای فلانکوچ و مثلا کاستر و موتورای خورد آستانه، این موتورا میرن در مدت بسیار طولانی. خب موترهای بزرگ گفتین قبلا از این مسیر میرفت میامد، اما حالا از این مسیر نمیره. پس موترهایی که اینجا باقی ماندن، دریورها سرنوشتش چی میشه؟ دریورها سرنوشتش تا امر ثانی است که تا بخیر سالنگ جور شوه و تکمیل شوه که بخیر امر کنن اجازه بده که برن بخیر. خب یعنی هیچ پلانی روی دست نیست که موترها بخواهیم به کابل سفر کنن از این دورا؟ پلان هست، کسی که مثلا دلش دارم نمایندهش میگه که اگر رفته میتونی مسئولیتش به دوش میگیری، اون ترانسپورت اجازه میده، شستش میگیره. اگر مثلا کسی که بدر گنجایش نداشت، دل گردش نداشت، نمیتونه رفته. یعنی مشکلات خود با این موتورا داره دیگه. بله، 100 درصد مشکلات. خب روزانه چقدر موتور 580 404 از این مسیر عبور مرور میکرد؟ آیا مسافر کم شده یا زیاد شده؟ تقریبا از بود از دی قربان که 4 میده قربان بود، روز 60 70 موتر از شهر مزار شریف انتقال پیدا میکرد طرف کابل. بله. خب حالا تعداد مسافرها کم شده؟ بله، تقریبا نمیشه 7 روز 6 روزی که شده سالنگ بند شده، تعداد کمتر شده مسافرین. نظر شما من حیث نماینده یا هم مشوره شما به هموطنان ما، کسایی که میخواین از ولایت های شمالی مخصوصا مزار شریف سفر کنن به ولایت مرکزی یا کابل، نظرتون چی است؟ کدام راه را انتخاب کنن؟ کدام موتر؟ و یا هم صبر کنن؟ چی کنن؟ والا از نظر ما خو برادر قان،
اگر نظری مرا میکنم خود صبر داشته باشن. کسی که مشکلات دارن فقط من رای شیبر بهترتر از نظر داد کوتل خواوکی طرف. بعضی برادرای ما میگه که قدر سات طول میکشه مثلا، خب پور از خطر از دیگه. رای شیبر بهترتر از نظر در رای خواوک. پیام شما به همشهریای ما چی است؟ دیگه کسی که ایران رو مثلا خارج از کشور سفر میکنن مدتی طول میکشه مثلا به درجه فهم میده انتظار بکشه تا که سالان یک رای قانونی واز شود. در غیر از او اگر کسی ضرورت زیاد دارن اونا که میره دیگه به دوش خودشون میشه. تشکر از شما. زنده و سلامت بدرکن. دوستا طبق که شما دیدین ما نظر نماینده اینجا رو داشتیم. اینا رای نمیتن به کسایی که کار عاجل ندارن به کابل یا به ولایت مرکزی سفر کنن. اما دریورای اینجا میگن مسیر را خوب است، میتونن کسایی که ضرورت دارن سفر کنن. پس ما به این نتیجه میرسیم که کسایی که ضرورت دارن میتونن از این ولایت ها طبق ضرورتشان میتونن سفر داشته باشن از راه شیبر، و رای نماینده صاحبی بود که از راه شیبر باید سفر بکنن. دوستان طبق خواهش دریورای اینجا ما نماینده موتورهای خرد با خود داریم. طبقی که شما دیدین ما نماینده موتورهای کلان رو با خود داشتیم که اونا پیشنهادشان این بود که ما از راه شیبر عبور و مرور کنیم، اما موتورهای خرد یا موتورهای کوچک یا موتورهای کرلا و سراچه که از اینجا میره اینا پیشنهادشان این است که با نماینده ما هم یک هم کلام شویم. نظر نماینده اینا رو می داشته باشیم که نظرشان چی است. سلام علیکم. سلام علیکم، وقتتون بخیر. اسم صفوان سالنگی است، یک تن از دریورای لاین مزار هم هستم، کابل مزار. در ضمن از اون نماینده تمام دریورای زون و شمال و شمال شرق، یک پل ارتباطی بین حکومت و دریورا. خیلی خوب، نظر شما درباره راه ها چی است؟ از کدام راه مردم عبور و مرور کنند؟ ما دو بدیل راه داریم. تا روزی که سالنگ بسته شده دو بدیل داریم، یک راه شبر است، یک راه خواب. راه شبر به اساس مشکلاتی که وجود داره موترهای لاری و موترهای خرد عموما از اون راه رفت آمد میکنه، گنجایش قدر موتر نداره. یک راه دیگه در خواب داریم که از راه پنشیر خنجان اندرآباد رفت آمد میکنه موترها. نسبتا به راه شبر او راه خوبتر است. دریورایی که از راه شبر رفت آمد میکنن اکثرا دوستا و هموطنان ما خبر دارن که 30 ساعت الی 35 ساعت منزل کردن تا کابل، تا 24 ساعت حداقلش تا 35 ساعت هم رسیده. و در راه خواک موترها رفت آمد میکنن، موتر کرولا، سرایچه، پیکنیک، فولر 2000 راحت سفر میکنه. یک راه نزدیک هم از نسبت به او راه ما 13 ساعت خودم دو سه بار رفت آمد کردیم از مزار تا کابل 13 ساعت منزل کردیم. و در ضمن از یک موضوع را من روی شما یادآور شم، از روزی که راه سالنگ بسته شده است یک سلسله بی نظمی ها با وجود آمده است. موترهایی که در شهر کابل تاکسیرانی میکردن، موترهایی که تجربه ندارن، موترهایی که اصلا با دریور در راه آشنایی ندارن، ما از کابل مسافر بالا میکنن میارن به طرف مزار شهی ولایت های زون شمال و شمال شهر. ما از هموطنان عزیز جدن خواهش میکنم که در رابطه با انتقال خود یا انتقال اموال خود از موترهای نمایندگی رسمی که عده مزار در کابل مشخص از 20 سال میشه فعالیت داره، از زون شمال هم موترهایی که بدر در کابل مسافرین انتقال میدن عده از 20 سال میشه مشخص است. بنابراین ما از هموطنان عزیز به خاطر راحت سفر کردنشان، به خاطر حفظ مراقبت از خود جانشان و اموالشان جدن خواهش میکنم که از موترهای لین استفاده کنند. موترهای ارجل امروز در لین آمده است، اونا تجربه ندارن، تجربه لین ندارن، موترهایشان ضعیف است، خودشان هم تجربه لین ندارن، جدن از موترها خودداری کنند. دلیل در چی است برادر محترم که موتر اینجا از دیگر لین ها یا از کابل یا از مزار اینجا آمدن میخواهند کابل سفر کنند؟ روز اولی تو یک استثنایی حالت به وجود آمد که موترهای 580 مسافرین خود پایین کرد. موترهایی که در لین بود یک تعداد زون شمال بند موند، مسافر نبود. در کابل که موترهای ما کم بودیم، موترها از ترمینال مسافر آوردیم، از ترمینال موترهای 580، از قصبه، از کمپانی، از سرای شمالی، از جای غیر رسمی مسافر انتقال دادیم که اینو از هموطنان ما بسیار کرای گزاف هم گرفتین. 3000 الی 3500 کرا گرفتین که نامبد دریورای لین شده. دریورای لین ما از 2200 لایحه تعیین شده است که خودم دو سم داشتیم رفتیم در کمیسیون ششیم. 2200 2000 ما از 2000 سرایچه و کرولا و پیکنیک. دریورای لین ما هیچ وقت از هموطنان ما از کرایی که لایحه حکومت تعیین کرده است از این بالا نمیگیره. دلیل اصلیش همین بوده که موترها یک روز استثنان گفتم یک حالت اضطراری پیش آمد که مسافرین زیاد بود، از موترهای 580 پایین شد و موترها از ترمینال، از کمپانی، از قصبه، از جاده، از سرای شمالی آمدین. یعنی
باعث شد که موتورها زیاد هست. یعنی موتورهایی که اینجا آمده دوباره پس بر بگردن به کابل مشکل شما رفع میشه؟ مشکل انشاءالله با امید خدا ما امروی مسئولین صحبت کردیم که موتورهایی که تازه آمدین اینا را یک چانس برشان میده، این دفعه برشان مسافر هم میده، زمانت هم از بهشان میگیره، شست شانه تذکری شانه که در آینده دیگه در ایران به خاطر از اینکه ما شست از یارا میگیریم، تذکری از یارا میگیریم که اگر مسافرین دیگه از مزار شریف به کابل انتقال میدن جنسشان نمانه، خدای نخواسته در اینا را به در تا نکنن، سوء استفاده نکنن. بله خب شما میگین موتورای را سوار شون هموطنان ما که به نمایندگی ثبت باشه، ثبت و راجع سر باشن، هر کدامش 20 سال 10 سال 15 سال تجربه داره در این. خیلی تشکر از شما. نظر پیشنهاد چیزی اگر داشته باشیم بفرمایید. پیشنهاد ما به حکومت امارت اسلامی و مسئولینی است که در رابطه برای سالان که برای 60 روز وقت دادین را انشاءالله با امید خدا که به زودترین فرصت را جور شده که هموطنان ما بتونن از طریق سالنگ خوبتر رو برمور کنن. و یک موضوع دیگه است که یک تعداد مسئولین در راه شبر معذب شوند که نظم به وجود بیارن، موترهای چکله و موترهای مسافربری رفت آمد میکنه، گنجایش را نداره، همین تنظیم شود. و یک خواهش ما دیگه است از حکومت که در راه خواباک تمام امکانات هست، وجود از لطف خداوند یک چند جای مشکلات هم از طرف امارت اسلامی و یا مسئولینی که در پنجشیر و اندراب ها موقعیت داشتن مشکلات ما حل شده است، امنیت ما برقرار است، ما هیچ مشکلی نداریم. تشکر از شما. وقتتان بخیر است.